بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما شاگردان صنف دوازدهم، به امید از اینکه سعادتمند باشین و در کنار خانواده ها لباس عافیت وطن داشته باشین و آماده باشین با یکی دیگر از برنامه های مکتب، جلسه دهم مضمون بیولوژی. اما چه خوب پیش از وارد شدن به بحث جدید یک نظر داشته باشیم به موضوعات روز گذشته. اگر باید داشته باشیم، در جلسه قبلی صحبت ما روی اسیدهای هستوی و کشف اسیدها بود. جذابای هستوی کی میتونه نام بگیره؟ دی این ای و آر این ای. خیلی خوب، دی این ای مخفف چی بود؟ دیوکسی رایبوز نکلویک اسید. خیلی خوب، آر این ای رایبوز نکلویک اسید. بسیار سی گفتین مدل دی این ای و آر این ای کدام دانشمندا کشف کردن؟ کی؟ واتسون و گریک. خیلی خوب، در چه سالی؟ در سال 1953. آفرین، خیلی خوب. خب نظری اینا در قسمت شکل دی این ای وارینه چی بود؟ بله، دی این ای میگفتن شکل زینه چی بودش؟ مارپیچ و مضاعف. وارینه چگونه بود؟ یک رشته‌ای و صاف بود. خیلی خوب، گفتین اولین تجاربی که در قسمت شناسایی خود دی این ای و آر این ای که کرد کی بود و بروی کدام موجودات بود؟ ویری و سویتن. بروی چی؟ نوع باکتری. چه نوع باکتری بود؟ استرپتوکوکاس. اینا چه خصوصیاتی داشتن؟ بله، گفتین اینا به دو شکل بود، یک نوع از این قلافدار بود و یک نوع او بدون قلاف. خب کدام نوع سبب مرگ موش ها می شد؟ نوع قلافدار. و کدام نوع سبب مرگ نمی شد؟ بدون قلاف. خب باز چگونه شد که نوع بدون قلاف هم سبب مرگ موش ها می شد؟ گفتین بله، دی این ای از نوع قلافدار را گرفتن و بروی نوع بدون قلاف هم تطبیق کردن و نظر به امو دو قانون و یا دو عملی که دانشمندها یا علما فیصله کردن که دی این ای باید دو خصوصیت داشته باشه، یک قدرت جابجایی صفات و دوم قدرت تولید مغز، و نظر به این خصوصیت بود که نوع بدون قلاف هم سبب مرگ شد و این ثابت ساخت که همین واحده های ارسی عبارت از همین ژن های که برای کروموزوم ها قرار داره و ساختار از اینا پروتئینیه و چون اینها در داخل هسته وجود دارن اینا به نام پروتئین های هستوی هم میگن که شامل چی شد؟ دی این ای و آر این ای. حالا امروز میام ساختمان دی این ای و آر این ای و همچنین اعضای تشکیل دهنده از اون، تفاوت هایی که بین دی این ای و آر این ای وجود داره و همچنین انواع آر این ای خیلی شما میخونید و عملی رپلیکیشن یا کپی سازی یا نقل کردن دی این ای. گفتیم خود اسیدهای هستوی یا تیزابهای هستوی شامل دی این ای و آر این ای شد. اگر ما بین در بحث خود چپتر یا کتاب پیش برین، عنوان و بحث ما هست ساختمان چی؟ دی این ای درست؟ و آر این ای. گفتیم خود دی این ای شکل زینه مارپیچ و مضاعف داره و آر این ای شکل یک رشته‌ای و صاف داره. گفتین خود دی این ای و آر این ای اینها از واحدهای ساخته شدن به نام نکلیوتاید، اجزای
تشکیل دهنده دی ان ا و آر ان ا یا بلاک های ساختمانی دی ان ا و آر ان ا به نام چی میگیم؟ نکلیوتاد. هر نکلیوتاد متشکل از سه قسمته. سه قسمت چیه؟ قندهای پنج کاربونه. قندهای چی؟ پنج کاربونه. گروپ فاسفیت و قلوی های ناتروژن دار. پس نکلیوتاد خود متشکل از چند قسمت؟ چون سه قسمت. چی و چی؟ گروپ فاسفیت، قندهای پنج کاربونه، قلوی های ناتروژن دار. قلوی های ناتروژن دار شامل چی بود؟ آدینین، تایمین، گوانین، سیتوزین و یوراسیل. در دی این ای آدینین با تایمین رابطه برقرار میکنه، در حالی که در آر این ای عوض تایمین یوراسیل وجود داره. خب گوانین با سیتوزین رابطه برقرار میکنه. خیلی خوب، چرا؟ اروین چارگف کسی بود که همین قوانین یا همین موضوع چکار کرد؟ رفع کرد و این مطرح کرد و به همین اساسی به نام قوانین چارگف هم میگیم. که دو قوانین، رابطه هایدروژنی قلوی ها که همیشه آدینین میگن با تایمین دو رابطه هایدروژنی داره. ببینید وقتی ما صحبت میکنین قلوی ها، آدینین، تایمین، گوانین و سایتوزین، میگن آدینین با تایمین دو رابطه هایدروژنی داره و گوانین با سایتوزین سه رابطه هایدروژنی. یا اگر در آر این ای بگین، میگن آدینین با یوراسیل دو رابطه هایدروژنی داره و سیتوزین با گوانین سه رابطه هایدروژنی داره. این بحثی که در آر این ای. خب حالا اگر بیای همین روابط به هم بخوره، آدینین اگر اما در مقابل گوانین یا سیتوزین اما در مقابل یوراسیل، چی اتفاقی رخ میده؟ یکی از مواردی که سبب بی‌نظمی میتونه باشه مخالف بودن خود همین رابطه های قلوی های. اگر همچو اشتباه رخ داد، گفتیم در حجرات انزایم های مخصوص وجود داره که میاد جلو و از این غلطی میگیره، یعنی اینا رو اصلاح میکنه. بعد از اینکه اصلاح کرد آماده به عملی رپلیکشن یا کپی سازی اینا رو میسازه. دی این ای گفتین خود مخفف چی بود بچه ها؟ دی اکسی رایبوز نکلویک اسید. و آر این ای مخفف رایبوز نکلویک اسید یا رایبو نکلویک اسید. خب نیم که تفاوت بین دی این ای و آر این ای در چی هست؟ درست؟ تفاوتی که بین دی ان ا و آر ان ا وجود داره، فرقهایی که فرق بین دی ان ا و آر ان ا در چه چیزهایه؟ چه چیزی رو میگیم؟ فرقهای بین دی ان ا و آر ان ا. چهار فرق بین دی ان ا و آر ان ا وجود داره شاگرد عزیز. یک، میگن از لحاظ شکل دی ان ا چی بود؟ مارپیچ و مضاعف، در حالی که آر ان ا یک رشته ای و صافه. درست؟ میگن از لحاظ شکل دی این ای شکل مارپیچ و مضاعف داره، در حالی که آر این ای یک رشته و صافه. دومین تفاوت، خب شکل پس اینا رو یاد داشتی داشته باشیم شاگرد ها. یک، گفتیم دی این ای شکل مارپیچ و مضاعف داره
در حالی که RNA چه؟ RNA میگیم صاف و یک رشته‌ایه. این فرق اول. فرق دوم میگیم DNA نسبت به RNA بزرگتره، پس میگیم DNA بزرگتر و RNA چه کوچکتره. این دو فرق. از لحاظ شکل یکی مارپیچ و مضاعف بود، یکی یک رشته‌ای و صاف. DNA بزرگتره، RNA کوچکتر. سومین فرق از اینا در چیه؟ میگیم در قند پنج کربونه یا رایبوز، میگیم در قند پنج کربونه یا رایبوز، میگیم DNA میگیم یک اکسیژن چی کمتر داره. در قند پنج کربونه DNA یک اکسیژن کمتر داره، به همین اساس این به نام دی اکسی. در قند ریبوز یعنی قند پنج کربونه DNA یک اکسیژن کمتر داره. اگر به قسمت متوجه باشید، در بحث DNA و RNA وقتی میگیم DNA یک اکسیژن نسبت به RNA چی؟ کمتر داره. و چهارمین تفاوت در قلوی های سه قلوی میگیم در هر دو تای از اینا مشترکه. آدینین، قلوی ها میگیم آدینین، گوانین و سایتوزین، هم در DNA وجود داره و هم در RNA. اما در قلوی چهارم RNA یوراسیل داره، در حالی که در DNA چی بود؟ تایمین. ببینید چهار تفاوت DNA با RNA. یک، DNA نسبت به RNA چی بود؟ بزرگتر. یا اگر برعکس بگین، RNA از DNA کوچکتره. دو، DNA شکل مارپیچ و مضاعف داره، در حالی که RNA یک رشته‌ای و صافه. سه، در قند پنج کربن یا رایبوز DNA قند رایبوز رو یک اکسیژن کمتر داره، به همین اساس میگیم دی اکسی رایبوز. و چهارم، در قلوی های نیتروژن دار. گفتیم سه قلوی در هر دو تا از اینا مشترک، آدینین و گوانین و سیتوزین، هم در DNA وجود داره و هم در RNA. اما قلوی چهارم در DNA تایمینه و در RNA وضع تایمین یوراسیل. این شد تفاوت های DNA با RNA. حالا گفتین حضور DNA در هسته بچه دائمی تمام فعالیت های وجود انجام میده و RNA تحت نظر DNA کار میکنه. هر زمانی که حضور از این در هسته لازم بود آماده به خدمت، همین که لازم نشد هستر ترک، برو به سایتوپلازم. حالا RNA خود باز به سه نوعه. روز شد میگیم برو انواع RNA. ببینید انواع RNA رو میخوانیم خود شما، میگیم انواع RNA. RNA خود باز به سه نوع شاگرده. یک، mRNA یعنی چی؟ مسنجر RNA. دو، tRNA ترانسفر RNA. و سوم، rRNA یا رایبوزوم RNA. اینا شد انواع RNA.
آرینه گفتیم به سنه شد، مسنجر شد، ترانسفر شد و رایبوز اومد. مسنجر آرینه پیام رسانه، ضروریت های حجرات، هسته، غشا، سایتوپلازم، هر چیزی که با کار داره ای پیام رسانی میکنه. ترانسفر جابجایی، انتقال. وقتی پروتین وارد حجره شد به کجا باید بره؟ آیا ای آر با کار داره؟ ریبوزوم با کار داره؟ دستگاه گلجی با کار داره؟ جابجایی از اینا ترانسفر آرنه باید دیش. و دیگر رایبوزوم آرنه ای باز کوپی سازی میکنه، همانن سازی کردن با نوع پروتین، کاپی از خود همون حجره، شروع به همانن سازی میکنه. اینا از انواع چی شد؟ آرنه شد. به کنار از این عملی داریم به نام رپلیکیشن یا کاپی سازی. ببینید انواع آرنه خود شما خوندید، به چند نوع بود؟ به سه نوع. مسنجر شد، ترانسفر شد و رایبوز اومد. انتقالی، پیام رسان، کپی ساز. میبینی وقتی میگین کپی سازی یا نقل کردن، یعنی رپلیکیشن. نام دیگر کپی سازی چیه؟ رپلیکیشن، نقل کردن، کپی کردن. میگین خود عملی رپلیکیشن یا کپی سازی که متعلق به کینه؟ به دی ان ای. حالا برای رپلیکیشن یا کپی سازی شرایط بکاره. برای عملی رپلیکیشن یا کپی سازی چی بکاره؟ شرایط. کدام شرایط؟ میگین عملی رپلیکیشن، رپلیکیشن و یا کپی سازی میگن خود عملی رپلیکیشن یا کپی سازی یا نقل کردن دی ان ای سه تا شرط به کار داره. یک، شرایط کپی سازی و نقل کردن دی ان ای بسته مکمل از دی ان ای باید داشته باشه، بسته مکمل از خودمو دی ان ای یا بلاک های از او که عبارت از نکلیوتاید باشه. یک بسته کامل که شامل قند پنج کربنه، گروپ فاسفید و قلبی های نیتروژن داره خیلی خود داشته باشه. دومین شرطی که در قسمت عملی رپلیکیشن یا کپی سازی وجود داره رابطه قلبی های، رابطه چی؟ قلبی های نیتروژن دار. آدینین در مقابل چی میبود؟ تایمین. گوانین در مقابل سیتوزین. زمانی عملی رپلیکیشن یا کپی سازی برای حجره داده میشه که قلبی ها درست باشه. اگر اشتباه باشه اونا رو در کنار همدیگر قرار میده. آدینین میاره در مقابل گوانین، گوانین در مقابل سیتوزین، آدینین تایمین، گوانین سیتوزین. یا تامین آدنین، سیتوزین گوانین. وقتی اینها کامل بود، بسته مکمل از دی ان ای وجود داشت، قلبی ها منظم بود، سومین شرط چه؟ موجودیت انزایم هلیکاز. کی به نام قیچی مولکولی هم میگن. قیچی چی؟ قیچی مولکولی. ببینید بسته مکمل دینه باید باشه، رابطه قلبی ها درست باید باشه با هم دیگر و موجودیت انزایم هلیکاز که به صفت قیچی مولکولی عمل میکنه. چگونه بچه ها؟ شما زیپ سر بکس دیده باشید،
وقتی زیپر باز میکنین، مثال خود از این ساختمان یک زیپ که حاوی تارها یا حاوی بسیار میتونیم بگیم خودمو کشک خوده، این وقتی جدا میکنین از این قسمت، وقتی جدا میشه به دو قسمت تقسیم میشه یا نمیشه؟ تقریبا شکل حرف واره به خود میگیره. وقتی باز شد نصف از غلوی حال به طرف راست و نصف هم به طرف چپ انتقال پیدا میکنه. قلبی هار کی قطع کرد؟ انزایم هلیکاز. کور منحیث قایچی مالیکولی میگیم. وقتی رابطه ها قطع میکنه، بعد از قطع کردن و جدا کردن اینها کوپی سازی میکنه. اگر آدینین در مقابل خود تایمینر به کنار میسازه، اگر بازی تایمینه به کنار خود آدینین تکمیل میکنه و به همین ترتیب ای پیش میره. این هم همچنین. ببینید خود به خود این حالت آدینین تایمین، تایمین آدینین، گوانین سیتوزین، سیتوزین گوانین، باز تایمین آدینین، به همین ترتیب گفتین بحث کوپی کردن و رپلیکیشن. چنانچه در تصویر شما میبینید بسته از خود دی این ای مکمل که همون قندهای پنج کاربونر داشته باشه، گروپ فاسفید و قلوی ها وقتی ثابت بود، بعد از او میای انزایم هلیکاز اینها رو از وسط نصف میکنه و وقتی جدا کرد این حجرات به اساس تشکیلی که انجام داره رشته های جدیدی که وجود میاره کپی سازی میکنه. خود همین عمله به نام رپلیکیشن یا کپی سازی میگیم. شرایط رو هم فهمیدیم. بسته مکمل از دی این ای باید داشته باشه، رابطه های قلبی ها باید درست، آدینین تایمین گوانین سیتوزین. گفتن اگر این رابطه ها نبود انزایم های وجود داره که اینها راهنمایی میکنه، دوباره اصلاح میکنه، بعد از اینکه اصلاح کرد او رو آماده به رپلیکیشن قرار میده و بعد شروع میکنه به کپی سازی. حالا برای خودم این عملی رپلیکیشن یا کپی سازی ما وجیزه های داریم یا اموری رو بکار داریم. یک عملی ترانسکریپشن و ترانسلیشن رو داریم. چی؟ ترانسکریپشن و ترانسلیشن. میگیم خود ترانسکریپشن، ترانسکریپشن و ترانسلیشن، ترانسکریپشن عبارت از نسخه برداریه. وقتی با دکتر میریم تا زمانی که مریض رو نبینه نسخه رو داده نمیتونه، بعد از اینکه مریض دید نسخه ایر میده. حجرات هم همچنین، آسیب دیده حجرات نسخه از آسیب باید باشه. همین وظیفه رو مسنجر آر ان انجام میده. کپی به حساب گفتین بحث نسخه برداری، ترانسکریپشن نسخه از مو به اصطلاح میتونین بگین عضو، حجرات مسمومه و غیره. حالا این نسخه مسنجر آر ان میگیره، این در خدمت رایبوز و ملارینه تحت عملی ترانسلیشن، ترجمه کردن چنه پروتینه بکاره. به صنف ده شما خوندین 20 نوع امینو اسید شناخته شده، ولی بدن قادر به تولید یا ساخت هزارها نوع هست. چه وقت؟ وقتی بدن ضرورت پیدا کرد. ترانسکریپشن گفتیم نسخه برداری و ترانسلیشن ترجمه کردن، که اینها رو گفتین انواع خود آر ان ای انجام میداد. گفتین مسنجر آر ان ای تحت عملی ترانسکریپشن یعنی نسخه برداری چطور میکنه؟ گفتین از این عضو یا قسمت از حجره میگیره از طریق خود سایتوپلاز و برای از او پیام رسید. عضلات دست ما آسیب دیده، نیاز به ترمیم داره. حالا کوپی از این عضلات دست در به خدمت قرار میدن با چی؟ با نوع پروتین.
یک کپی از اصل ازولر همراه با نوع پروتین به خدمت آر این ای قرار داده میشه و خود آر این ای تحت عملی ترانسلیشن ترجمه کردن میاد در قسمت بازسازی همراه با پروتین ها کمک میکنه. گفتیم ترانسکریپشن نسخه برداری شد و ترانسلیشن ترجمه کردن، نسخه ای که دی این ای میده برای آر این ای، برای کی؟ ام آر این ای. او نظر به هدایت و دستوری که برای داده شد نوع پروتین را از غشا اجازه ورود برود ترانسفر انتقال و به خدمت رایبوزومال گذاشته میشه و او شروع به همانن سازی میکنه. پس دین ای یگانه ارگانل که تحت عملی ترانسکریپشن نسخه برداری او به خدمت ام آر این ای قرار میده، ام آر این ای تحت عملی ترانسلیشن یعنی ترجمه کردن به ساختن پروتئین اقدام میکنه. بس به موضوعی که امروز خود شما خواندین، اول خود ساختار دی ان ای بود و ساختمان ازور، تفاوت دی ان ای با آر ان ای بود و انواع آر ان ای بود و همچنین عملی رپلیکیشن یا کپی سازی یا نقل کردن دی ان ای و شرایط عملیه و همچنین عملی ترانسکریپشن و ترانسلیشن بود. با امید از یکی از مطالب و موضوعات استفاده کلی برده باشه. تا دیدار بعد و برنامه بعدی همه شما عزیزان به الله پاک می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.